دستگاه بسیار بسیار معروف کلونجر رو برای شما میخوام بگم. این دستگاه کلونجر بیشتر برای اسانس های روغنی عطر و اسانس ازش استفاده میشه، استحصال. مثلا شما میخواید اسانس هلو بگیرید، اسانس نعنا بگیرید، اسانس دارچین بگیرید و حتی از سوکسله هم همین کار رو میکنیم، منتها این روش روش تخصصی تر بیشتر برای تهیه عطر و اسانس هست از گیاهان. خب این دستگاه کلونجر قطعاتی داره، یکی استوانه مدرج داره، یک ظرفی داره که ما میتونیم عمل تزریق رو درش انجام بدیم تو بحث‌های آزمایشگاهی و جدا کردن برخی روغن‌ها تو سه فاز چهار فاز ازش استفاده میکنن. کندانسور داره، یک لوله بسیار بسیار مرتفع ارتفاع‌دار داره که میاد و مواد رو حمل میکنه و یه لوله دو طرفه که اینا رو براتون حالا توی توضیحات اشاره بهش میکنم. داستان به این صورتی که ما میایم مثلا، حالا من رو مثال میگم براتون راحت‌تر براتون جا میفته، مثلا ما میخوایم اسانس نعنا رو، اسانس منتول نعنا رو بگیریم. به این صورتی میایم نعنای تازه یا نعنای خشک رو ریز ریزش میکنیم، قشنگ با آب مخلوطش میکنیم برای اینکه بهتر ما بتونیم مساره گیری داشته باشیم. یه مقدار خیلی کم هم الکل اتیلیک بهش اضافه میکنیم و به اندازه 50-70% فلکسمون یا بالونمون میایم چیکار میکنیم، این محلول آب و الکل و بافت گیاهی رو میریزیم داخل این فلکس و میذاریم روی آتیش روی هیتر برقی. اینا شروع میکنه به حرارت. یه روش دیگه هم داریم، یک ظرف دیگه میتونیم بین این ظرفا قرار بدیم. یه ظرفای دیگه هم هست که تهش سوراخه ولی حالت صافی داره، یعنی حالت توری داره، توری ماننده. شما میتونید گیاه رو خرد بکنید، بافت گیاه بریزید توی این و بذارید رو سر بالونتون، یعنی یه همچه حالتی، یکی دیگه مثل یه همچه حالتی که بگم میاد روی این قرار میگیره، میاد در واقع شما بافت رو ریز میکنید میریزید توی این، دیگه این بافت با حلال مخلوط نمیشه و این بخار حلال از این قسمت توری میاد میره روی اینا و از این میاد بالا. این یه روش دیگه هست که ازش استفاده هم میکنه. به هر حال این دوتا روشی که هست، 50-70% فلکستون رو، حلال رو میریزید داخلش و این مخلوطی که بهتون گفتم و میذارید اجازه میدید که حرارت کار کنه. وقتی که قبل از اینکه بخواد این حرارت باشه، شما این کندانسورتون باید کار کن. کندانسور رو یادتون باشه، یا بعضی کندانسورها اینجوریه که زیاد مهم نیست که حالا این کدوم قسمت شما شیر آب قرار میدید، ولی بعضی کندانسورها به این حالتی که خیلی مهمه اتفاقا. همیشه یادتون باشه که چون حرارت از این قسمت، یعنی این بخار آب گرم داغ داغ اینجاست، شما شیر آب سرد رو باید به این قسمت وصل کنید دورتر و شیر آب خروجیتون رو به این قسمت. پس ورودیتون میشه این، خروجی این، به خاطر اینکه این آب داغ باشه و آب گرم اینجا باشه و نشکنه کندانسورتون. این یه چیز خیلی مهم. کندانسور اول رو باز میکنید، میذاریش رو حرارت این رو و شروع میکنه کار کردن. کار کردن به این صورتی که حلال با اسانس های ماده بافت گیاهی جانوری ترکیب میشه، میان با هم توی کندانسور میان میریزن روی داخل استوانه مدرج. بر اساس اختلاف چگالی و وزنی که داره، روغن ها اینجا جمع میشه و اساره های مایع که فرم روغن نداره میاد و جمع میشه و تخلیه میشه اینجا و میریزه داخل این.
و این حالت سیرکوله ادامه پیدا کنه. یعنی شما نهایتا میبینید روغن و اسانس روغنی اینجا میمونه، ولی عرقیات که میگیم عرقیات از اینجا خارج میشه، یا میتونید خودتون عرق هم اگه خواستید از این قسمت میتونید خارجش بکنید، یا اگه واسهتون هم مهم نیست بذارید باشه بذارید تو این و دوباره حرکت داشت. بعض وقتا شما میاد میبینید که کلونجرهای هست که این لوله دو طرفش به این صورت عزیزان، یعنی به جای که به این حالت باشه به این صورت. بعض وقتا ما استثنان تو بعض از گیاهان عزیزان روغن پایین وای میسه و عرقیاتش بالا، متوجه هستید؟ رو این حالت میان و اینو به این فرم میگیرن. وقتی اون گیاهایی که مثلا روغن وزنش بیشتره و میاد پایین عرق قرار میگیره، که استثناءات ما وجود داریم که تو رفرنس ها مثلا کیوی رو بهش اشاره شده، اینجوری داره بعض از گیاه ها، ولی اکثر گیاه ها ما میبینیم که نیست اینجوری. یعنی همیشه روغن، فاز روغن چگالش میاد بالاتر و عرق نهایتاً این روغن وزن ایجاد میکنه و باعث میشه که این عرقیات بیاد بیرون، این میریزه داخلش و این اسانسی که در واقع میگه اسانس عطری اون ماده و اون بافتیه که شما میتونید ازش بگیرید. دستگاه کلونجر برای اسانس گیری، عطر گیری بسیار بسیار حائز اهمیت هست.